تو این ویدیو با هم میریم حاشیه تهران، قلعه حسن خان. میدونی تو یکی از محله‌های خوب قلعه حسن خان با پول پیشش میتونی بری تو محله ضعیف قلعه حسن خان خونه بخری. واقعا چی جوری امکان داره این همه اختلاف؟ با من همراه باشید بریم داخل خود شهر، از مرکز شهر شروع میکنیم و میگردیم ببینیم چه خبره و چی پیش میاد. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. الان دقیقا قلعه حسن خان. این قبل اینکه بریم سر موضوع چیزی و نقشه بهتون نشون بدم، چون خیلی هاتون ممکن اصلا ندونید کجا هست و به چه شکل هست. همونطور که الان نقشه بیدید تقریبا میشه که غرب تهران نزدیک شهریار، شهرستان به اسم شهر قدس یا همون قلعه حسن خان که قبلا هم بهش سبز الماس هم میگفتم، ولی بیشتر به قلعه حسن خان معروف. حالا اینجا دقیقا میدان آزادی هستیم، یکی از بافتای قدیمی قلعه حسن خان. از روی اسمش هم مشخصه دیگه، وقتی میگم قلعه حسن خان یعنی قلعه متعلق به حسن خان بوده. حالا اون زمان اومدن یه امیر تومانی اومده اینجا یه جورایی آباد کرده از شاهزاده یا عزیزای قاجار. بعد هم که رفته اینجا پر از باغ و اینجا بود، ولی الان شده ساختمون سازی دیگه. یعنی هر چیزی هر طرف رو نمیدونی کنید، اما جور ساختمون سازی چیزی نمیدونی. حالا با هم دیگه میریم تو بافت یه جورایی بالا شهرش، پایین شهرش، همه جوره با هم دیگه یه نگاهی میندازیم. الان نگاه کنید این سمت رو اگه بریم میریم داخل دقیقا مرکز شهر میشه. دست راست هم که بریم بلوار امام خمینی میشه. دست راست من وسط خیابون دارم واسه خودم قدم میزنم که شما یه نمای بهتری داشته باشید. رو به پایینم بریم که میره سمت بلوار انقلابش. اونجا هم باز حالا در ادامه خواهیم در اونجا هم یه جوری میشه که هسته اولیه شهر به وجود آورده. این کنار همش گذره و یه جوری میشه که بازاره. الان روز تعطیل هم هست و همین خاطر سر ظهر شهر جورایی بیابون نیست، این مغازه هم تعطیله. بعد هم میبینید که جمعیت زیادی داره. میدونید حدودا اینجا 600 هزار نفر جمعیت داره. یعنی دیگه شهرستان به حساب نمیده، یه جورای شهره و پر از شغلایی مثلا کارخونه کارگاهی اینجا اطرافش هم کشاورزی، همه نوع شغل اینجا هستن. میدونید کشاورزی گوجه خیارش زیاد، حالا واقعا شهریار سبزیش هم زیاده ولی اینجا گوجه خیارشه بیشتر معروفه. همون میبینید دیگه خودتون. اگه بخوام بهتون بگم جز جاییه که الان در حال حاضر خیلی از تهرانی‌ها و خیلی از تاجیکان وقتی که نمیتونن نظر اقتصادی اونجا رو پرداخت کنن هزینه هاشو، یه جوره حاشیه‌نشینی میاد رو به این سمت و از اینجا شروع میشه. با هم دیگه الان میریم داخل یکی از محله‌های خوب اینجا، بعدش میریم محله ضعیف اینجا ببینیم چقدر فرق میکنه واقعا نظر اقتصادی چی جوریه، چقدر تغییرات روی مردم اثر گذاشته. برای این بافتی که الان یه شهرستان بوده خیلی کوچیک بوده ولی الان بالا شهر پایین شهرش زمین آسمون با هم فرق میکنه. اینجا مرکز شهر با هم بریم یه نیم نگاهی بندازیم دوباره برمیگردیم. دقیقا الان اومدیم یکی از بهترین منطقه‌هایی که حالا توی شهر قدس یا همون قلعه حسن خان وجود داره. اینجا شهرک الهیه است دیگه، یه جوری میشه گفت بهترین نقطه‌شه. خودتون آپارتمان سازی‌هاشو میبینید دیگه، همه این زمین خاکی‌هایی که حالا این اطراف هست همه داره تبدیل میشه به این نمارومی‌ها و این بافت پرتراکم پرجمعیت و پر از این همه زمین خالی دیگه. هم اونجا هم پر از فروشگاه و چیزهای امکانات اولیه میشه برای کل این قسمت و مسلما روز به روز جمعیتش بیشتر میشه و قیمتش هم افزایش پیدا میکنه. حالا بریم قیمتهای اینجا رو نگاه کنیم. تقریبا میشه که قیمتهای اینجا از متری 50 میلیون دیگه، یعنی 40 میلیون تا 50 میلیون تو این قسمت از قلعه حسن خان که میشه گفت بهترین قسمتش هم هست. ما متر 20 میلیون هم داریم ولی اینجا بیشترینشه دیگه. میبینید دیگه ته تراکمه، یه نظر
جمعیتی هم بخوای حساب بکنی، الان هر کدوم از اینا تقریبا 12 واحدی کمترینه تا 20 واحدی، بستگی به اون ابعاد زمینش داره. اینجا پر زمین خاکیه دیگه، الان باز بهتون نشون میدم در ادامه. اجاره هاش هم که میشه گفت، الان بریم اجاره هاش هم نگاه کنیم. همونطور که میبینید ره بیشتر اینجا اکثرا ره میگن 1 میلیاردی هست، 770 میلیونی هست، 900 میلیونی هست. یه چیزی که نظر من خیلی جلب کرد اینه که با بعضی از رهنای پول پیشه اینجا رهن کامل میشه تو یه منطقه دیگه تو قلعه هستن هم خونه خرید. واسه کسایی که من سرمایه گذاری کنم یه جورایی به نظرم بد نیست، چون بالاخره جای پیشرفت داره دیگه، اینجا جزء هاشیم نشینه آینده تهرانه و پر میشه، یعنی اینجا روز به روز گرونترم میشه. صدای نیسانی میاد، به لطف شما عزیزان من خیلی از جاهایی که تا حالا خیلی وقت، یعنی خیلی وقت که اصلا جا آدم مسیرش نمیفته، کاری نداره. یکی داره با تلفن صحبت میکنه، بلند بلند هم صحبت میکنه. بگردیم بریم یه جای دیگه. جالب بود، هنوزم این وسطاش نگاه کنه. حالا قبل اینکه بریم من به چشم میفته بریم این وسطاش زمینایی هستش که هنوز به فروش نرفته یا صاحباش نیستن، نمیدونم، بالاخره یه همچین چیزایی هست دیگه. این زمین خالی یه دونه این بره بیدونم دقیقا روبه روشه، یکم جلوتره، حتی این راستار همجور نگاه کنیم تا اون بر هست دیگه. همه اینو ساخته میشه. من یادمه غرب تهران سمت بلوار فردوس شرق، نه غرب، بلوار شقایق، نه، همه دقیقا همین مدلی ساخته شد. یه هویی اومدن و سازنده ها شروع کردن ساختن و کل اون منطقه تغییر کرد، به جای گسترش شهری به وجود اومد. اینجا هم دقیقا همینه، البته کلا ساخت و سازه به همین شکلی دیگه و تو 10-20 سال کل اون منطقه تغییر میکنن. جلو رو نگاه کنید زمین خالیه، احتمالا در آینده اونجا هم دوباره میگیرن دیگه. وقتی صحبت میکنم در مورد اینکه اینجا پر از باغ و اینا بوده، نگاه کنید درخت ها الان خیلی هاشون الان خواستم برای اینه که خشکشون کردن، چون هیچی نمونده روشون، برای اینم که باد شکوندهش. خونه ها رو میبینید اینجا همه زمین بوده، باغ بوده، پر از اینجور به قول خودمون زمین های خونه باغ ها بوده. یواش یواش اومدن که همه شو دارن میکنن و آری از درخت و اینجور چیزا میشه و ساختمون سازی میشه دیگه. اینجا نزدیک شهرک ابریشم، حالا اونایی که میدونن بهتر میفهمن دقیقا موقعیت اینجا کجاست. و این سمتش هم نگاه کنید ساختن، یعنی میشه شرک صنعتیه، یعنی پشت اینجا میشه شرک صنعتی، نه زمینای خالی بوده دیگه. یه چیز عجیب غریبی، یعنی جلوتای پر از این ویلاهای مختلفه، تا چش کار میکنه تک و تک این زمینای ساخته میشه. 5 سال دیگه اینجا بهتون میگم که مثل بقیه جا پر از خونه‌های آپارتمانی میشه. این نقطه نقطه‌رم بهتون نشون داده باشم. آوردمتون خیابون شریعتی، همون کاج، یکی از محله‌های حالا میشه گفت ضعیف‌تر قلعه حسن خان. اینجا خونه متر بین 20 میلیون 17 میلیون 15 میلیون بستگی به اون موقعیت خونه داره. حالا اینجا خیابون اصلیشه، با هم دیگه میریم داخل بافت کوچش بشین ببینیم چی جوریه. واقعا اینجا خیلی فرق میکنه ها. الان مثلا دیدید من شهرک الهیه رو بهتون نشون دادم چه تراکمی داشت، حالا اینجا شکل شمایی داشت، با اونجا زمین تا آسمون فرق میکنه. مثلا توی کوچه هایی که میشین متوجه میشه که خونه ها حالا استاندارد خاصی نداره، خب که بالاخره نسبت به همینجاست دیگه. Thank you.
من نمیگم اینجا چیز بدیه، ولی خب دیگه شرایط زندگی اینجا واقعا سخت‌تره. اگه بخواید حساب بکنید کاملا میشه دید دیگه. باز حالا اینجا خوب رسیدن به نمایز، خونه‌شون یه سنگی انداختن از اون حالت آجوریه در آوردنش. بعضیاشون هم فکر نکنم سند داشته، شاید هم داشته باشن، ولی از این سیم کشیه که رو تیر برق برداشتن اصطلاحاً میگه برق امامی. داخل اینجا کوچه های این مدلی هم هست، کوچه هاشتی کنونا بود. خیلی فرق میذاره، این خیلی فرقه، همه جای دنیا هم اینجوری هست، مخصوص این محله یا این شهرستان یا شهر نیست، همه جای اینجوریه. یعنی پر از این خونه و محله هایی که واقعا خوبن و واقعا ضعیفن. اینجا کوچه پس کوچه هست و که میرن ماشینشون هم بدرک نبود. برگردیم تو خیابون اصلی، برگشتیم تو خیابون اصلی. خب میدونید که اینجا هر چیزی که بخوام اصلا این محله اینجا پیدا میشه دیگه. حالا اجاره خونه رو اینجا ببینیم با هم دیگه. بله ببینید اینجا اصلا یه میوه فروشیه، همه نشسته هم یه جورایی میوه شونو سوا میکنن و میخرن و میبرن. آره همه اکثرا سر باغ و اینجوری چون اینجا پر از باغ اطرافش دیگه هم اینجا جدا میکنن و میارن برای فروش. با این حال که الان سر ظهر جمعیت زیادی تو خیابونه، روز تعطیل. دوباره برگشتیم مرکز شهر، دیدید دیگه واقعا چقدر تفاوت بین منطقه خوب همین قلعه حسن خان و یه محله ضعیف دیگه شد. واقعا زمین تا آسمون فرق میکنه، تو کل ایران هم میشه، کل دنیا میشه اینا اعمال کرد، واقعا انصاف نیست دیگه. حالا خیلی از اونه که تو اون محله زندگی میکنن شاید خیلیشون افرادی هستن که حالا از شهر تهران دیده شدن یا تهرانی هایی که دارن اونجا سرمایه گذاری میکنن و یه جورایی میشه گفت اونا اومدن اون بافت رو بیشتر دارن تصرف میکنن و یعنی با این درآمد حتی خرید اون خونه های متری 50 میلیونی هم سخته، میدونیدش خیلی ساده میشه اونو به دست آورد. این خودواره ما خواهیم که میریم میخوره به خود انقلاب تو قلعه حسن خان، یه جزء بافت‌های اولیه است. بهتون گفتم اینجا مرکز شکلی خود این محله به حساب میاد. اینجا هم که داره ساخت و ساز میشه کلن. شهر جوونیه، این توی 20 سال گذشته کلی داره بهش جمعیت اضافه میشه و یه جور توش درسازش داره بهش از تراکم بیش از حد منفجر میشه. اینجوری میشه که بزنی انتظار تراکم داره خیلی زیاد، چون نسبت به وسعتی که داره تراکم جمعیت خیلی زیادی داره، 600 هزار نفر کم نیست به یه شهر یا شهرستان اطراف تهران. میشه گفت روز به روز باعث
خیلی مشکلات دیگه میشاره جدا از بار ترافیکی و کمبود شغل و نظر جنبه اقتصادی رو بذاریم کنار، مضرات اجتماعی زیادی به وجود میاره. حالا با این حال که یه روز تعطیل آخر هفته است، بازم خودتون دارید ببینید که شلوغه. من ویدیو گرفتم واسه عزیزانی که خودم خواست بودن قلعه سر خواستم ببینم چه خبره. خودم هم زیاد تا حالی نیمارم، شاید بوشه شنیدم خیلی گذری ازش رد شدم، چه بلاله درشتی هم هست. اینجا چون جلوی گدرو رو بستم برای مجبورم تو خیابون رخشم، تغییرش هم نمیدونم چرا باید همچین کاری بکنم. حالا اینقدر شلوغ میشه کار کردن که بار ترافیکی اینجا کم بشه، وگرنه دلیل منطقی نداره. مشخصا اینجا خیلی شلوغه. این یه زمان اینجا پر از این خونه‌های ویلایی این شکلی بوده دیگه، چون که مسجد جامع شه دقیقا جای نزدیک همون قلعه‌ای که قدیم بوده، اگه اشتباه نکنم، شاید هم اشتباه کنم. از اون که بچه اینجا به من بیشتر میتونم توضیح بدم. یه چیز هم در آخر بهتون بگم، اون که بیشتر جمعیت اینجا که از اطراف ماندن اکثرا از اقوام ایرانی، از جمله ترک و کرد و لور و فارس و هر جایی که شما بکنید هستن، یعنی خیلی مخلوطه کاملا و یه اقوام خاص نیست مثل بعضی از محله‌هایی که داخل تهرانه. انقدر بزرگه که واقعا توی یه ویدیو نمیشه کلش توضیح داد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.